به نام خدا. در فصل دوم از آموزش الگوریتم ژنتیک در پایتون تکمیلی میخوایم برسیم به مسئله‌ای به اسم مسئله نایتس یا نایتس پرابلم، که حالا میشه به عنوان مسئله موقعیت‌های اسب شناختش. این مسئله به چه ترتیبه؟ ببینید، مسئله موقعیت‌های اسب اینه که شما بیاید تعداد مینیمم، الان ما یه اسب رو توی این نقطه وقتی داشته باشیم، این اسب میتونه به یک تعداد مشخصی از مربع‌ها حمله کنه. حالا مسئله‌مون توی این فصل اینه که من بیام تعداد مینیمم اسب‌های لازم برای حمله به هر مربع داخل صفحه شطرنج رو حساب کنم. باید مسئله جالبی باشه دیگه. یعنی شما بتونید تعداد مینیمم اسب‌های لازم داخل یه صفحه شطرنج، که حالا ابعادش هم میتونیم تعیین کنیم، یعنی با ابعاد مختلف بتونیم این مسئله رو حل کنیم، کلی حلش کنیم با ابعاد مختلف، تعداد اسب‌های لازم برای اینکه شما بتونید به تمام مربع‌های داخل صفحه شطرنج حمله کنید، که حالا معلومه دیگه حداقل باید صفحه شطرنج ما چند در چند باشه؟ 3 در 4 باشه، برای در واقع تعداد اسب‌ها تا بتونن به تمام مربعای روی صفحه حمله کنن، چون که اسب تنها میتونه به مربعای مشخصی نسبت به موقعیت اولیه‌اش حمله کنه دیگه. یعنی اینطوری، این چیزی که گذاشتم، الان اسب اگه موقعیت اولیه‌اش اینجا باشه میتونه به اینجاها حمله کنه، یعنی به طور ماکسیمم اگه روی لبه نباشه اسب میتونه به 8 تا مربع حمله کنه. خب برای اینکه شما میگید تعداد، پس حداقل صفحه شطرنجتون باید 3 در 4 باشه که شما 12 تا جا رو داشته باشید تا بتونید تعداد اسبی رو مشخص کنید که به تمام این مربعها حمله میکنن. پس اسب توی حالت عادی میتونه به 8 تا خونه حمله کنه، 8 تا مربع حمله کنه، که البته وقتی روی لبه قرار بگیره خب تعدادی از اینها حذف میشه. مثلا اگه این اسب رو من بیارم روی این گوشه کناری چه اتفاقی میفته؟ اینها حذف میشن، فقط دوتا میمونه. یا بیارمش روی این لبه کنار، فقط اینها میمونن. یا بیارمش روی مثلا این گوشه، فقط کدوما میمونن؟ دیگه اینها از بین میرن، فقط این دوتا میمونن. اگه این دقیقا گوشه ی گوشه بیاد این روی صفحه شطرنج، چون اینا میمونه دیگه، این بعد از اسب قرار میگیره یا اینها بالاترش قرار میگیره، یا اگه بیارمش روی این ردیف بالا یا بالا فقط اینها قرار میگیره. پس توی حالت ماکسیمم 8 تا، حالا اگه روی لبه ها قرار بگیره این تعداد کمتر خواهد شد. خب پس مسئله ما مشخص شد. من میخوام برای یک صفحه شطرنجی که حداقل 3 در 4 هست و حالا ابعاد مختلف، مثلا 8 در 8 یا هر ابعادی، بتونم تعداد مینیمم اسب لازم برای حمله به تمام مربعها، تمام خانه هایی که روی صفحه شطرنج قرار داره رو بتونم حساب کنم. خب چیکار میتونیم انجام بدیم؟ ببینید، برای ژنوتایپ میتونیم بیام چیکار کنیم؟ چطوری ژنوتایپ رو برای این مسئله من بیام در نظر بگیرم؟ من میتونم بیام برای ژنوتایپم تعدادی برابر با تعداد این مربعها در نظر بگیرم، تعدادی برابر با تعداد تمام این مربعهای داخل صفحه، به ترتیبی که هر کدوم از اینها یه موقعیت رو نشون بده. این به همون چه مزیتی میده؟ این مزیت رو میده که ما تکرار دیگه نخواهیم داشت داخل کل این صفحه. اما بزرگترین عیبش اینه که اکثر این موقعیت ها اون وقت خالی میمونن وقتی من دارم در واقع این ژن ها رو استفاده میکنم. آپشن بهتری که وجود داره اینه که مثل همون مسئله 8 کوینز یا 8 وزیر که داشتیم، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم هر ژن رو یک موقعیت اسب در نظر بگیریم. پس ژنوتایپ رو میخوام اینطوری در نظر بگیرم، هر ژن یک موقعیت اسب، دقیقا مثل همون چیزی که توی فصل 8 کوینز داشتیم. نکته اینجاست که این مادامی کار میکنه که من بدونم چه تعدادی اسب مورد نیازه برای اون مسئله، که حالا ما در ادامه این کار رو انجام میدیم. پس من میخوام ژن هامو طوری در نظر بگیرم که هر ژن نشوندنده یه موقعیت اسب باشه. گفتم این فقط نیازمند اینه که من چیو بدونم؟ من بدونم که چه تعدادی اسب نیاز.